افزایش آلودگی هوا تهران را خفه کرده است. ماه گذشته زنان در تهران برای حفظ خود از سطح بالای آلودگی هوا که تبدیل به یک مخاطره سالانه شده ماسک زدند. رادیو دولتی روز شنبه گزارش کرد در اوایل این هفته مقامات در اینجا و شهرهای بزرگ دیگر از ساکنان خواستند تا داخل خانه بمانند یا از رفتن به مناطق مرکزی شهر خودداری کنند و میگویند که با توجه به سطح بالای آلودگی هوا ریسک بیرون رفتن ممکن است معادل خودکشی باشد. بعد از اینکه دولت به دفاتر دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌ها دستور داد تا جهت کمک به کاهش آلودگی شدید برای 5 روز تعطیل کنند، روز یکشنبه آنها دوباره باز شدند. خیابان‌های تهران که معمولاً شلوغ است، به میزان زیادی خلوت شده بود. ساکنینی که جرأت بیرون رفتن را می‌کردند، دهان و بینی خود را با شال یا ماسک‌های مربوط به امور جراحی می‌پوشاندند، اما به خاطر غبار آلوده از چشم آنها اشک می‌آمد و گلویشان به سوزش می‌افتاد. غباری که طبق یک گزارش شهرداری تهران ترکیبی از ذرات شامل دیوکسید گوگرد و بنزین است. هر سال هنگامی که هوا سرد می شود، غبار آلودگی به وقوع می پیوندد و در روزهای بدون باد، دود ناشی از میلیون‌ها ماشین و صدها کارخانه قدیمی فضای تهران را می پوشاند. ایران با 3 شهر استانی خود در بین لیست 10 شهر از آلوده ترین شهرهای جهان به طور برجسته در گزارش سال 2011 سازمان جهانی بهداشت از نظر کیفیت هوا و سلامت مطرح شد. بر اساس این گزارش، ذرات آلاینده هوا در 1 متر مکعب در تهران به راحتی 4 برابر آلودگی هوای لس‌آنجلس است. هوای بسیاری از شهرهای دنیا که به آلودگی هوا شناخته می‌شوند، مانند مکزیکو سیتی، شانگهای و بانکوک، از هوای تهران تمیزتر است. رژیم ایران که با کمبود احتمالی سوخت مواجه بود، خارجیان را با تولید سریع بنزین متعجب کرد. در حالی که سوخت اضطراری موجب ادامه حرکت خودروها شده است، اما کارشناسان محلی اخطار دادند که این منجر به آلودگی بیشتر هوا خواهد شد. در گزارشی که اخیراً توسط بخش کنترل کیفیت هوای تهران منتشر شده، در جاهایی که باید به اطلاعاتی درباره سطح بنزین و ترکیبات بنزینی در هوای پایتخت اشاره می‌کرد، خالی گذاشته شده است. وزارت بهداشت ایران افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی و همچنین افزایش سرطان‌های مختلف را گزارش کرده و می‌گوید ناشی از آلودگی هواست. اما چندین مقام بلافاصله در تلویزیون دولتی ظاهر شدند و این را که غبار زرد رنگ ربطی به بنزین تولید شده محلی دارد انکار کردند. فیلتری که 45 روز یه بار 2 ماه یه بار عوض می‌شد الان هفته یک بار عوض میشه. خب این ضرر اقتصادی اول برای منه. خب ببینید این فیلتر الان دارین شما نشونش میدین، خب ریه های ما چی؟ چجوری میتونه خودشو نشون بده؟ شنیدم که بنزین آلودگی داره. وزیر بهداشت اعلام کرد که نزدیک 4500 نفر در اثر آلودگی هوا فوت کردن.